محمد محقق مشاور سیاسی و امنیتی رئیس جمهور غنی شده است. شورای امنیت ملی با سیاسون نگهبانان بیشتر می خواهید به هزینه شخصی از تصدی محافظت عامه استخدام کنید. تمدید تاریکی در کابل و ولایت ها ازبکستان و تاجیکستان برق وارداتی را کاهش دادند. با یاد خدا به یک زیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب کنید. شورای امنیت ملی با سیاسون نگهبانان بیشتر می خواهید به هزینه شخصی از تصدی محافظت عامه استخدام کنید. شورای امنیت ملی در واکنش به نگرانی شما را از رهبران سیاسی و معاونان پیشینی ریاست جمهوری از امنیتشان گفته است که امنیت فیزیکی آنها تأمین است و اگر نگهبانان بیشتر می خواهند از تصدی محافظت عامه به هزینه شخصی سرباز استخدام کنند. 8 صبح محمد کریم خلیلی، محمد یونس قانونی، مارشال عبدالرشید دوستم، احمد ضیا مسعود، محمد محقق، سید حامد گیلانی، ذبیح الله مجددی و صلاح الدین ربانی در نامه‌ای که برای ریاست جمهوری فرستاده تاکید کردند که با کاهش محافظانشان از سوی ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته در معرض تهدید امنیتی و هدف عملات قرار گرفتند و اگر حمله بر آنها صورت گیرد رهبری دولت مسئول است. در این نامه گفته شده است که تصمیم کاهش محافظان و رهبران سیاسی غیر معقول است و در آن تبعیض نیز به وضع دیده می شود و طبق این نامه اعضای تیم دولت ساز شامل این برنامه نمی شود. در پایان این نامه از رهبری دولت خواسته شده است که تشکیل محافظان و پروتکل امنیت معاونان پیشین ریاست جمهوری را به هدف رفع تهدیدات امنیتی مانند گذشته حفظ کند. در پایان این نامه نامهای گلبدین حکمتیار و عبدالرب رسول سیاف دیده می شود اما آنها امضا نکردند. با این حال مولوی رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی در نوار تصویری که به رسانه ها فرستاده میگوید که نامه رهبران سیاسی به دفتر شورای امنیت ملی رسیده است و اجراءات لازم صورت گرفته و امنیت فیزیکی آنها تامین است و گفته اندر هزینه محافظات رهبران سیاسی سالانه حدود 4 میلیارد افغانی بوده است که اکنون به 1.2 میلیارد افغانی پس از اجرای اصلاحات کاهش یافته است. سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که شمار محافظان و رهبران سیاسی تغییرات نیامده است. با گفته اندر محمد کریم خلیلی 125 محافظ، محمد محقق 150 محافظ و مارشال عبدالرشید دوستم 180 محافظ دارد. اندر در پایان تاکید کرد که اگر رهبران سیاسی نگهبانان را بیشتر میخواهند از تصدی محافظت عامه به هزینه شخصیشان استخدام کنند. همچنان فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد ازدیاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور اسلامی افغانستان در امور امنیتی و سیاسی بتاس اجز 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان ازدیاد یک پست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور اسلامی افغانستان در امور امنیتی و سیاسی و همزمان تقرری محمد محقق در آن بس و اشتراکشان در جلسات شورای امنیت ملی لزوم دید منظور است. از خداوند متعال توفیقات مزیدشان را در امور محوله خواهانم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. تمدید تاریکی در کابل و ولایت ها ازبکستان و تاجیکستان برق وارداتی را کاهش دادند. شرکت برشنا میگوید که کشورهای ازبکستان و تاجیکستان میزان برق صادراتیشان به افغانستان را کاهش دادند. این شرکت روز شنبه 20 جدی اعلام کرد که ازبکستان میزان برق خود را از 300 مگاوات به 150 مگاوات کاهش داده است. دلیل کاهش در میزان برق وارداتی ازبکستان بروز عوارض فنی در 5 دستگاه برق این کشور خوانده شده است. همچنان طبق اعلام شرکت برشنا میزان برق صادراتی تاجیکستان به افغانستان از 90 مگاوات به 60 مگاوات کاهش یافته است و گفته شرکت برشنا در حال حاضر 65 مگاوات برق کابل توسط برق وارداتی و 105 مگاوات آن توسط برق داخلی تامین می شود. به همین ترتیب برق پارک های صنعتی قطع شده و پرچه و برق در پایتخت و برخی دیگر از ولایت ها به میان آمده است. شرکت برشنا در اعلامیه‌اش از شهریان کابل خواسته است که تا عادی شدن وضعیت برق رسانی در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. گفتنی است که شهر کابل در حال حاضر به پیش از 700 مگاوات برق نیاز دارد
قابل یادآوری است که منابع آبی و آفتابی در کشور ظرفیت توان تولید برق در کشور نزدیک به 380 هزار مگاوات برق را دارد. با این حال، افغانستان هنوز سالانه بین 280 تا 300 میلیون دلار را صرف خرید برق از کشورهای همسایه می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در زمان کارزارهای انتخاباتیش وعده داده بود که افغانستان را به مرکز مدیریت برق آسیا مبدل می کند و تا 3 یا 4 سال دیگر همه قریه ها آن طرف خط دیوبند نیز صاحب برق خواهد شد. این در حال است که دور دوم مذاکرات، تنها بخش از هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه حضور دارند. 8 صبح کابل. بحث‌ها میان گروه‌های کاری هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان روز شنبه 20 جدی در دوحه آغاز می‌شود. هدف از این بحث‌ها تهیه آجندای مذاکرات بین‌الافغانی است. در همین حال منابع می‌گویند که شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه حضور ندارند و هنوز از سفر پاکستان برنگشتند. در دیدار مقدماتی دور دوم مذاکرات تنها شمار محدود از اعضای هیئت‌های دو طرف با هم دیدار داشتند و توافق شده است که گروه‌های کاری 7 نفره از سوی دو طرف بحث‌ها روی تهیه آجندا را ادامه دهند. گفتنی است که هیئت مذاکره کننده دولت روز سه‌شنبه 16 جدی وارد قطر شد. پس از سفر هیئت دولت، دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز تایید کرد که اعضای هیئت این گروه در دوحه حضور یافتند و این گروه مشکل برای از سرگیری مذاکرات ندارد. پیشتر هیئت این گروه به رهبری معاون سیاسی طالبان به پاکستان سفر کرده بود. هیئت مذاکره کننده دولت و دفتر سیاسی طالبان در قطر روز چهارشنبه 17 جدی تایید کردند که دور دوم مذاکرات را با برگزاری یک نشست مقدماتی از سر گرفتند. در اعلامیه هیئت مذاکره کننده دولت تصریح شد که بر اساس فیصله این نشست قرار است گروه‌های کاری تعیین شده از سوی دو طرف بحث روی تعیین آجندا را از سر شنبه 20 جدی آغاز کنند. دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز با نشر اعلامیه این موضوع را تایید کرد. بر اساس معلومات رسیده از دوحه، گروه‌های 7 نفری از سوی دو طرف برای بحث روی تهیه آجندا انتخاب شدند. هرچند ترکیب گروه کاری طالبان روشن نیست، اما در ترکیب گروه کاری هیئت دولت حفیظ منصور، محمد امین احمدی، شریف الظرمتی، باتور دوستم، ایوب انصاری و دو تن دیگر حضور دارند. بدین ترتیب طرف‌ها امروز برای چانه‌زنی روی تهیه آجندا در برابر هم قرار می‌گیرند و آجندای پیشنهادیشان را روی میز می‌گذارند. با این حال منابع بر روزنامه 8 صبح میگویند که شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه حضور ندارند و در نشست مقدماتی روز چهارشنبه تنها شمار محدود از اعضای هیئت طالبان اشتراک کردند و گفته یک منبع معتبر شهاب الدین دلاور، خیرالله خریخا، محمد نعیم و یک عضو دیگر هیئت مذاکره کننده طالبان تنها افراد بودند که در نشست حضور یافتند. با توجه به حضور شمار اندک اعضای هیئت طالبان احتمال می رود که نشست روز شنبه به تأخیر بیفتد یا هم با حضور شمار محدود از اعضای گروه طالبان پیگیری شود. هرچند طالبان سفر اعضای هیئت این گروه به پاکستان را با نشر اعلامیه تایید کردند، اما هنوز به گونه رسمی در مورد برگشت این هیئت بدیهی چیزی نگفتند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه روز یکشنبه 14 جدی به روزنامه 8 صبح گفت که هیئت طالبان برای آغاز دور دوم مذاکرات آماده است. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید.